دوستان، با آموزش VBA در نرم افزار مایکروسافت اکسل در خدمتتون هستیم. تو جلسه قبل یه مقدمه بر ماکرو داشتیم و گفتیم که ماکرو روشی هستش که میتونیم یک سری از فعالیت‌ها رو ضبط کنیم به زبان کد VBA و کارهای تکراری و توالی از کارها رو از اون با استفاده از اون انجام بدیم و دیگه لازم نباشه هر بار ما اون کارها رو به صورت مانوال انجام بدیم. خب حالا این تو این جلسه میخوایم یه مقدمی هم در مورد VBA مقدمه کاملتری رو ارائه بدیم. تو جلسه قبل دیدیم محیط ویژوال بیسیک و به این محیط که ادیتور VBA میگم و محلی اساس نوشتن کد و مدیریت کدها میگم ادیتور VBA که گفته بودیم من VBA مخفف ویژوال بیسیک فور اپلیکیشن هستش. خب توی این قسمت VBA ما یه سری این پنجره رو دیده بودیم. به اینا میگم پروژکت، پروژه های VBA که VBA پروژکت چک پرینت چیزی هستش که ما تو این دوره میخواییم جلو ببریم. خب و حالا اینا این دوتا که پیش فرض خود اکسل هستش که صورت پیش فرض این VBA قرار داره و این هم مربوط به خود ما هستش، یعنی یک ماژولی هستش که حالا توضیح میدیم جدا از اون یک پروژه جداگونه نوشته شده واسش. خب بیاییم VBA پروژکت خودمون رو باز کنیم و از تعریف ماژول شروع کنیم. ماژول چی هستش؟ ماژول محیطی هستش که ما توش کدهای خودمون رو مینویسیم. اوکی، همونطور که اینجا میبینین یک سری کد نوشته شده که توسط ما نوشته شده و میتونیم توی این محیط بنویسیم و اجرا کنیم. خب حالا ماژول ها سه دسته هستن. خب یکی ماژول های استاندارده که اینجا داریم میبینیم. ماژول های استاندارد جایی هستش که ما کدامونو به صورت مثلا فانکشن یا توابع یا پروسیجر ها مینویسیم. یکی هم از نوع فرم هستش، همینطوری که اینجا میبینین. نوع فرم چیه؟ یه فرمی رو اگه توجه کنین به یک سری کد تخصیص داده شده، یعنی اگر من دبل کلیک کنم روی این فرم، حالا روی این قسمت یا اینجا، میبینین که من به یک ماژولی میرم که میتونم کدم رو بنویسم. اینم یک ماژولیه و این ماژول وابسته هستش به یک فرم. نمی‌کنین این یک فرمی هستش که حالا توش من یه سری باتن قرار دادم و چیزهای مختلف. خب پس ماژول های فرم ماژول هایی هستن که ما کد هامون رو به یک فرم تخصیص میده و این فرم به صورت پیش‌فرض توی VBA قرار داره. یه مدل دیگه از ماژول هستش که بهش ماژول های کلاس میگن. کلاس مفهومی هستش که از برنامه‌ریزی آبجکت اورینت یا شیگرایی اومده و خب VBA هم یک نوع شیگرایی هستش که الان جلوتر واسهتون توضیح میدم. یک ماژول دیگه هستش مثل شیت ها و دیس ورک بوکی که میبینید. خب این ماژول ها به صورت پیش فرض داخل خود اکسل هستش و وابسته هست به شیت هایی که من اینجا واسه اکسلم تعبیه کردم. به صورت پیش فرض وقتی که اکسل 2016 رو باز میکنی شیت یک رو میبینین شما، درسته؟ بذارین من یک اکسل جدید باز کنم که بهتون نشون بدم. خب این شیت یک که الان اینجا میبینی خودش یک ماژولی داره که من میتونم واسه اون کد بنویسم و تخصیصش بدم به این شیت، میبینین؟ و دیس ورک بوک هم منظور کل اکسل هستش که من باز کردم، یعنی بوک یک، این ورک بوک، این اکسل. خب که باز هم یه ماژولی داره که وابسته است به اون اکسل خود من، به این اون که یکی که باز کردم. خب و مثل همون یوزر فرم ها که گفتیم وابسته است به یک فرم، این هم وابسته است به یک ورک بوک، این هم وابسته است به یک شیت، ولی ماژول ها وابسته، ماژول های استاندارد وابسته به چیزی نیستن و فقط محیطی هستن که ما میتونیم کدمون رو اونجا بنویسیم و تو ماژول های استاندارد میتونیم اونها رو طبقه بندی کنیم. خب یعنی من چند تا ماژول داشته باشم، مثلا به این بگم فانکشن هایی که مربوط به فلان کار هستن، یه ماژول دیگه درست کنم بگم که آقا این ماژولی هستش که مربوط به متغیرهای گلوبال من هستن، متغیرهایی هستن که من تو تمام این
ماژول های دیگه میخوام استفادهشون کنم، به جای اینکه بیام تک تک تو هر کدوم دوباره کپی پیست کنم اینا رو، تو یک ماژول استاندارد اونا رو مینویسم و میتونم دسترسی پیدا کنم به اون وریبل ها متغیر ها توی ماژول های دیگه، که حالا بعضی مواردی که الان گفتم جلوترم باز میبینیم تو طول این دوره. خب و اما ماژول های کلاس، یه مقدار واسه اینکه من کلاس ها رو تعریف بکنم لازمه که مفهوم object orient رو بدونین، و مفهوم این رو اگه بدونین تو تمام برنامه‌نویسی ها، چه پایتون باشه چه حالا سی پلاس پلاس باشه یا سی شارپ باشه، هر چیزی که میخواین یاد بگیریم مفهوم شیگرایی خیلی کمکتون کنه. حالا چون وی بی ای در واقع ما افرادی هستیم که از وی بی ای استفاده میکنیم، حرفه اصلیمون برنامه‌نویسی نیستش و از وی بی ای میخوایم استفاده کنیم که یه کار رو توی اکسل خودکار کنیم، یک سری از کارهایی که انجام میشه توالی از کارها رو به صورت مکانیزه انجام بدیم تا در واقع مصرف زمان یا زمان رو بهینه کنیم و اینکه مثلا نیروی انسانی که میخواد کار کنه راحت تر بتونه کار کنه و در واقع سریع‌تر و با دقت بیشتری بشه یه کاری رو انجام داد. خب بیایم در مورد کلاس ها و مفهوم آبجکت ها صحبت کنیم. خب بذاریم من یک صفحه رو باز کنم که اینجا بتونم بنویسم. همونطور که از معنی آبجکت مشخصه به معنی شی، خب توی برنامه‌نویسی هر چیزی یک شی در نظر، object oriented برنامه‌نویسی یا شیگرایی، هر چیزی یک شی در نظر گرفته میشه. شی دقیقا همون مفهومی که تو محیط واقعی رو داره توی برنامه‌نویسی هم داره، مثل یک انسان، مثل یک به طور مثال حالا شی، حالا شاید درسته که انسان رو بگیم شی نیستش، مثلا جاندار یا هر چیزی، ولی همه اینها رو یک شی در نظر میگیریم. شاید انسان بد نوشتم. خب بعد به طور مثال یک مثلا اسب، خب یک اسب که من به شما میگم مفهومی رو داره از اینکه یک مشخصه ای داره، مشخصاتی داره، مثل اینکه چهارپا هستش، درسته، یک رنگی رو داره، یک قد و مثلا اندازه ای داره، یک وزنی رو داره. به این میگم مشخصات، اینجا نمیشه مشخصات اون شی، درسته، مشخصات این است و یک سری کارها رو میتونه انجام بده، درسته، یک سری رفتار داره، به طور مثال چهار نل میره، یورتمه میره، مثلا بار میتونه ببره و حالا غیره. به این هم میگیم رفتارمون. کلن اینها اسب هستن، درسته؟ اما ما خب به طور مثال من یک اسبی رو دارم که ازش یک استفاده ای رو دارم میکنم، مثلا اسم واسش گذاشتم، درسته؟ بهش گفتم مثلا تونی، چه میدونم هر چیزی. خب وقتی که میگم تونی، وقتی که اسم اون اسب رو میارم، یک اسب به خصوص رو دارم میگم. یک اسبی هستش که اسمش آیدیش اینه، حالا چارپا هست، رنگش مثلا مشکیه، خب قدش مثلا فلانه، اندازش فلانه، وزنش هم فلانه. خب اسب ها مثلا همشون چارپا هستن، این مشخصه هست که تو همه اسب هست، اما رنگ یکی میتونه مشکی باشه، قهوه‌ای باشه و غیره، درسته؟ که اگر من آیدی رو مشخص کنم میتونم بگم که اوکی تونی مشکی فلان قد فلان قد. خب این اسب کلی مثل یک کلاسه که من دارم تعریف میکنم و این تونی که اینجا تعریف کردم یک شی هستش. خب من از تعریف یک کلاس به نام اسب میتونم اسبهای مختلف، تونی، چه میدونم بلکی، فلان فلان، هر چیزی رو تعریف کنم که به هر کدوم از اونها یک شی میگیم. اوکی پس این به صورت جنرال بودش. حالا تو برنامه‌نویسی چطوره؟ دقیقاً مفهوم مشابهی رو داره. خب بذارید من یکی دیگه بنویسم. خب شی یک مکان از حافظه هستش، خب که دارای آیدیه، همونطور که گفتیم اسم هستش، دارای مشخصه یا پروپرتیز هستش،
خب دارای رفتار هستش. الان من اشتباه لغتی داشتم، ببخشید. خب شیها این سه تا ویژگی رو باید داشته باشن، همونطور که مثل حالا اسب که دیدیم، مثلا اسب تونین یک اسمی رو داره که میتونیم اون رو متمایز کنیم با دیگر شیهای یک کلاسش یا هم نوع خودش. خب پس یک آیدی یا آیدنتیتی داره، یک سری مشخصه داره. خب که من وقتی که ریفر میدم به اون اسب مثلا تونی، میفهمم که آقا اون اسبی هستش با این اندازه، با این وزن، با این مشخصه مثلا این کارا رو میتونه بکنه. ببخشید این کارا رو نمیتونه کنه، مشخصه میگه مثلا چهارپا هستش. من ویژگی هاشو دارم میگم. خب تو بعضی جاها به اینا اتریبیوت هم میگن، یعنی دو اگر شنیدی مثلا اتریبیوت یک شی، همون منظور ویژگی هاش هستش. و یک سری رفتار داره، میتونه یورت بمره، میتونه چارنل بره، میتونه بار هم کنه و غیره. خب که به این هم علاوه بر رفتار یا بیهیویر، آخوان اشتباه گفتم، به این اتریبیوت میگن، به این استیت میگن. خب به این ویژگیاش میگم و به اینم وضعیت اون شی جای مختلف، یعنی بیشتر با همین دوتا اسم اونها رو شناسایی میکنند. خب پس همه این شی ها مکان هایی از حافظه هستن که این سه تا ویژگی رو دارن. و حالا کلاس در واقع یک تمپلیت برای شی هستش. خب مثل همون اسب که یک در واقع یک سری ویژگی هایی هست که من به صورت پیش فرض برای اسب در ذهن خودم دارم و اونها برای تونی هم صدق میکنه. خب که یک اسب به خصوص هستش. پس کلاس ها هم میشه مجموعی از توابع، کد ها و ساختار ها هستن که برای تولید شی استفاده میشه. خب که به صورت یه تمپلیت هستش، یک سری کد من دارم، از این کدها استفاده میکنم یه شی تولید میکنم. خب یه سری موارد هست که اسب داره به صورت کلی، از اونها استفاده میکنم، اسب یکم رو تولید میکنم، یک شی تولید میکنم. خب پس اینم مفهوم شی و کلاس بودش. حالا یه مقدار ما دیپتر بشیم توی فضای برنامه‌نویسی که بگیم شی ها چه کاربردی دارن. خب شی ها واسه در واقع ساختاردهی و کنترل کد ها و استفاده از اونها توی برنامه‌نویسی خیلی مزیت خوبی هستن که بخاطر همین امروزه مثلا object oriented programming خیلی معروف شده و خیلی استفاده زیادی داره. تو وی بی هم همینطوره. توی وی بی کلن برنامه ما مجموعی از شیها هستش. نظر من بد خط منظرت میخوام. خب مجموعی از شیها هستش، درسته؟ خود شی یک نمونه از کلاس هستش. یعنی حالا اینو باید جدا در نظر بگیرم، اول کلاس رو تعریف میکنم، از طریق اون شیها رو تعریف میکنم. شیهای مشابه توی یک مجموعه به نام لایبری قرار میگیرن. اوکی پس لایبری ها مجموعی از شیها هستن و مجموعی از لایبری ها در واقع هست که داره برنامه رو ایجاد میکنه. این ساختار طبقه بندی شیها هستش که در واقع همه رو یه جا نمی ریزن، توی کاسه های مختلف می ریزن که اون کاسه ها میگن لایبری و از مجموع این لایبری ها یک برنامه ایجاد میشه، تشکیل میشه. خب که واسه وی بی ای و اکسل هم همینطور هستش. خب من توی ماژول همونطور که گفتم توی ماژول ها کد هامو می نویسم، درسته؟ وقتی که توی ماژول ها کد هامو می نویسم، مجموعی از ماژول ها
یک پروژه رو درست میکنه توی وی بی، یک پروژه وی بی ای رو درست میکنه. حالا برگردیم توی خود فضای وی بی ای. اگه توجه کنین اینجا ما مجموعی از ماژول ها داریم که یک وی بی ای پروژه به نام چک پرینت رو اینجا تعبیه کردیم. خب و هر کدوم از اینها کد های وی بی ای هستن که حالا بذاریم مثلا من یکی که اینجا راحت تر نشون بدم. و اینجا اگر توجه کنین mytable.databodyrange.cells، mytable تعریفی از یک شی هستش به نام تیبل. خب که من حالا به یکی از مشخصهای اون دسترسی پیدا کردم با استفاده از دات، درسته؟ خب حالا بیایم یکم توی خود فضای وی بی ای، بذاریم من object browser رو بذارم، خب وارد مفاهیمی از لایبری بشیم. خب هر کدوم از اینها میبینین یک کلاس هستش. اگه اینجا توجه کنین all libraries رو داره به من نشون میده. وقتی که من اینو بزنم لایبری های مخصوص به اکسل، ام اس فورمز، آفیس، وی بی ای، وی بی ای پروژکت رو داره به من به صورت طبقات مختلف نشون میده. اینها مواردی هستن که به صورت پیش‌فرض تو یک برنامه اکسل لایبریاش قرار داره. خب که اینجا اگه توجه کنین فقط اونایی که مربوط به اکسل هست و لایبری که مربوط به اکسل هست و جدا کرد. اینا هر کدوم یک کلاس هستن خب که توی مجموعه لایبری اکسل قرار داره. خب و هر کدوم از کلاس ها در واقع اعضایی دارن. خب که حالا اینجا دارین اونا رو میبینین. اوکی الان به طور مثال بزنین من یه مثلا اکشن ممبر اف اکسل اینجا بزنم. خب کلا به صورت کلی اونا رو حالا نشون میده که ما واردش نمیشیم دیگه، حالا خیلی زیاد بخوایم وارد مواردش بشیم. حالا همین بدونیم که اکسل و مشخصات اون رو، اون کلاس رو داره نشون میده و من از هر کدوم از اینا میتونم استفاده کنم و یک شی رو تولید کنم. البته میتونم استفاده کنم هم خیلی کلیه، چون بعضی ها رو اکسل نمیذاره که استفاده، فقط یک سری شی های پیش فرض خود اکسل قرار داده که میتونم از اون شی ها استفاده کنم اینطوری بهتر. خب یک سری شی ها رو ایجاد کرده واسش. این حالا مربوط به اکسله. اما اگر من بخوام از محیط وی بی ای اکسل استفاده کنم و یک مثلا یک کدی رو توی مایکروسافت ورد اجرا کنم، یه حرکتی، یه فعالیتی، مثلا بگم که آقا توی اکسل یک ورد رو باز کن، یه چیزی تایپ کن و بعد اونو پرینت بگیر، نمیتونم این کارو بکنم مگر اینکه لایبری ورد، مایکروسافت ورد رو هم توی این فضای وی بی ای مربوط به اکسل داشته باشم و بتونم به اونها ریفر کنم و بگم با استفاده از این شی تو این لایبری این کار رو انجام بده. خب واسه اینکه من اینها رو داشته باشم شما میتونین برین تو قسمت tools vba project properties ببخشید اینجا نه کجا بود options یادم رفت یه لحظه تو کدوم قسمت بود ببخشید reference درست ناکنین اینجا available reference ها رو به ما داره نشون میده. خب و مواردی که include شده توی vba excel اینجا تیک خورده. من میتونم اینجا بیام بگردم و مایکروسافت ورد رو پیدا کنم. خب ناکنین مثلا Adobe PDF Maker X مربوط میشه به کارهایی که میخوام، لایبری مربوط به PDF و Adobe PDF. من اینو نمیخوام، من مثلا ورد، مایکروسافت ورد رو میخوام. بعد برم تو قسمت M مایکروسافت. خب ناکنین ActiveX Data Object اینا چیزایی هستن، مثلا کسایی که با ActiveX کار کردن اینا رو میشناسن. مثلا مایکروسافت اکسل 16 Object Library، مثلا من بخوام یه کدی رو توی Access ران کنم و لازم دارم از اکسل استفاده کنم و به Access دسترسی پیدا کنم و تو Access بگم فلان کار انجام بشه، بعد این لایبری رو اینکلود کنم. خب اینکلودش هم کاری نداره، یه تیک فقط اینجا کافیه بزنم و اوکی کنم و لایبریشو میاره. خب
که من اینو نمیخوام. مثلا آفیس پروژه، کسی که MSP کار میکنن مثلا اینجا میتونن یه چنین کاری رو انجام بدن. خب که حالا من نیازی نداشتم به این مورد و کنسل کردم. خب این هم از قسمت لایبری ها و مواردی که مربوط به ماژول و اینجور موارد میشه. خب حالا یه ساختاری رو در مورد لایبری ها من به شما و در مورد آبجکت ها بهتون بگم که این هم کمک کننده است. خب همونطور که دیدین من وقتی که یک شی دارم به نام اپلیکیشن مثلا، این یک شی توی اکسل هستش، خب میتونم به مشخصات اون با استفاده از دات دسترسی پیدا کنم. در واقع وقتی که من مشخصات اون رو استفاده میکنم، بعدی این زیر مجموعی از این هستش. خب که بعد از اپلیکیشن اکسل چی قرار داره؟ ورکبوک من قرار داره، درسته؟ که حالا من دیکته درستش رو شاید ننوشته باشم، دیس ورکبوک مثلا استفاده میشه. خب و بعد از ورکبوک شیت من قرار داره و بعد از شیت من سلول های من قرار دارن، خب که میتونم به یک سلول خاص مثلا یک و یک ریفر بدم. خب و حالا اینجا مثلا ولیوشو بخونم، درسته؟ پس توی اپلیکیشنم، توی این ورکبوکم، توی این شیتم این سلولو ولیوشو مثلا بخون یا ولیوشو برابر با فلان عدد فلان چیز قرار بده، خب و غیره. این روش دسترسی پیدا کردن به مشخصات یک شی و رفتارهایی که میتونه اون انجام بده. مثلا من به جای value میتونم بذارم colorشو. خب آره همینو بنویسین شاید اجرا نشه، چون باید سینتکس یا اون چیزی که اکسل میفهمه رو حتما بنویسین. من اینو کلی دارم بنویسم، مثلا colorشو black قرار بده. خب یه چنین کاری، روش دسترسی پیدا کردن به مثلا مشخصات یک شی هستش. یا مثلا حالا شاید سلول این کار نکنه، خب مثلا یه چیز دیگه ای باشه. حالا من فرض میکنم مثلا سلول میتونه چشمک بزنه، خب میگم آقا چشمک بزن. این یک رفتاری هستش که شی من میتونه انجام بده و وقتی که این رو اجرا بکنم اون قسمت مثلا چشمک میزنه. خب و این هم روش دسترسی پیدا کردن به مشخصه ها و رفتارهایی هستش که شی میتونه انجام بده. و این هم ساختار سلسله مراتب هستش که با صفت از دات من به اون زیر مجموعه اپلیکیشن، خب بعد مثلا ورکبوک فلان، بعد مثلا شیت فلان و بعد سلول فلان میتونم دسترسی پیدا کنم به طور مثال. خب و هر کلاس دیگه ای، هر بخش شی دیگه ای به همین شیوه میتونم به اونها دسترسی بدم. اما از کجا بفهمم که چه شی هایی قرار داره و چه کارهایی انجام میده؟ یا باید هلپ اونو بخونم، خب برم سینتکس های اینجا مثلا اینجا پیدا کنم، مثلا ببینم آیتم چه کاری میکنه. حالا این توضیح خاص واسه اینجا میگه فانکشن هستش، یک رفتاری هست که اون انجام میده، اد میکنه، بعد این ورودی ها رو میگیره که به این ورودی ها آرگومنت میگن، آرگومنت ها رو میگیره و فلان کار رو میکنه. خب که حالا رو هر کدوم بزنین میتونی مثلا اطلاعات بیشتری رو تعریف کنه. من رو چه کلاسی هستم که دارین رو میگه مثلا calculated fields. من اینجا از اپلیکیشن میره داخل اپلیکیشن، این برمیگره. اینا نا کلاس هایی هستن که با هم دیگه ارتباط دارن، زیر مجموعی از هم هستش و یک کلاس میتونه مثلا ارتباط داشته باشه. خب حالا بگذاریم بریم سراغ اینجا. خب این واسه این جلسه بود که مفاهیمی از شیگرایی به صورت کلی من واسه شما بگم تا یه مقدار راحت تر باشه. اگر توجه کنین اینجا من از شیهای مختلف استفاده کردم و دسترسی پیدا کردم به مثلا گفتم اینجا سلک کن، این یک رفتار هستش، گفتم تو شیت دو سلز فلان اونو سلکتش کن. خب این یک رفتاری هست که میتونه سلول ها که یک شی هستن انجام بدن.
بعد چرا گفتن تو شیت دو مثلا این کارو کن، مثلا اپلیکیشن دات ورک بوک فلان نگفتم؟ به خاطر اینکه من دارم تو همین ورک بوک پروژه فقط کار میکنم، وقتی تو همینجا هستم متوجه میشه که شیت دو منظورش اینجاست. اما اگر من بخوام برم تو یک اکسل دیگه ای کار کنم، باید بگم آقا تو اون اکسل این کار رو انجام بده، وقتی که حالا باید بازش کنم، یا اول اون اکسل رو باز کن و بعد توی اون اکسل اون کار رو انجام بده. خب پس وقتی که من الان تو خود همین پروژه هستم و این خود پروژه هم مخصوصا اینجا نمیشم، نیازی نیستش که دیگه تعریف کنم تو کدوم اپلیکیشن و تو کدوم ورکشیت یا ورک بوک بخشید این کار رو انجام بدم. میدونی تو خود همین ورک بوک چک پرینت باید این کار رو انجام بدم. حالا تو جلسه بعد مفاهیمی در مورد ساب و فانکشن ها، من اینجا فانکشن دارم، حالا این بر باید داشته باشم، مفاهیم مربوط به ساب و فانکشن ها رو اینجا داریم. خب براتون تعریف میکنم که یه مقدار در خصوص اینکه آقا ساب چیه، فانکشن چیه، اطلاعات داشته باشین و خود این کد رو یه مقدار توضیح میدیم و میریم جلو. ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم مفید واقع شده باشه. خدا نگهدار.